خط مهمترین ها. خواست کشورها بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. وزیر دفاع هند از تمامی طرفها خواسته تا امارت اسلامی را به ایجاد حکومت فراگیر تشویق کنند. ناتوانی امارت اسلامی برای رسیدگی به سیلاب زدگان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از جامعه جهانی خواسته تا به سیلاب زدگان پسین در افغانستان کمک کنند. دامنه سیلاب ها و زیان ها کلانتر میشه. واقعا امارت اسلامی افغانستان قدر امکانات نداره که تمام را مهار بکنه. آغاز استخراج معدن مس عینک در آینده نزدیک. قرار است کار استخراج معدن مس عینک لوگر از سوی چین در آینده نزدیک آغاز شود. قرارداد بیشتر به نفع چینی هاست تا به نفع افغانستان. و اینکه کشته شدن بیش از 20 تن در حمله روسیه بر اوکراین. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در حمله موشکی روسیه بر یک استگاه قطار در اوکراین 22 تن جان باختند. سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده خبر ساعت 5:30 از تلویزیون یک با من موسی محمدی هستید. وزیر دفاع هند در نشست سازمان همکاری های شانگهای از تمامی طرف ها خواست تا مقام های امارت اسلامی را برای ایجاد ساختار سیاسی فراگیر تشویق کنند. راجنات سنگ در 24مین نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تاکید کرده که نباید از قلمرو افغانستان برای تهدید و یا حمله به کشورهای دیگر استفاده شود. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع هند میگوید حکومت کنونی از تمامی گزینه ها برای برگشت مخالفان سیاسی خود استفاده خواهد کرد. تاشکند پایتخت ازبکستان به روز چهارشنبه میزبان 24مین نشست وزیران دفاع سازمان همکاری های شانگهای بود. وزیر دفاع هند در این نشست با توجه به تحولات یک سال پسین در افغانستان گفته که نباید از قلمرو افغانستان به کشورهای دیگر تهدید و یا حمله صورت گیرد. وزیر دفاع هند در این نشست همچنان از تمامی طرفها خواسته تا مقامهای افغانستان را بر آشتی ملی و ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر از طریق گفتگو تشویق کنند. از خاک و قلمرو افغانستان نباید برای ارعاب یا حمله به کشور دیگر استفاده شود. هند از افغانستان آرام، امن و باثبات حمایت می‌کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم که مقام های افغانستان را برای دستیابی به آشتی ملی از طریق گفتگو و ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر تشویق کنند. وزیر دفاع هند همچنان تاکید کرده که کشورش از افغانستان آرام و باثبات حمایت خواهد کرد. غیر مستقیم حمایت خود از تطبیق معاهده دوحه و غیر نمایان می سازه. چون هند هم در منطقه تشویش از امنیت دارد. بنابراین اگر حکومت ائتلافی و تغییراتی که هندوستان میگه تازه طالبات تعمیل و تطبیق شود خوبتر خواهد بود. در غیر از او حادثه 2001 خدا نخواسته تکرار خواهد شد. در همین حال سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع هند میگوید که خاک افغانستان برای هیچ کشور تهدید نخواهد بود و نیز امارت اسلامی تلاش میکند تا از گزینه های مختلف برای برگشت مخالفان خود استفاده کند. همش افغانستان باعث میشه که در منطقه صلح و ثبات بیه. دومی که امارت اسلامی افغانستان از تمام راههای استفاده میکنه که کسایی از افغانستان بیرون شدن مخالفین هستن، خود مخالف سیاسی میدانن، آنها پس به کشور خود برگردن به زندگی آرام و خوب. البته گپ مذاکرات به او معنی اگه باشه که کسی یک جهت فرض کنیم یا در ایجا کدام مشکل را بزرگ بسازیم به او معنی نیست، ولی تماس به خاطر از امی است که افهام و تفهیم صورت بگیره، شکایت ها شنیده شوه. این اظهارات وزیر دفاع هند در حال صورت میگیرد که یک تیمی از دیپلمات های هندی به تازگی به کابل آمده است و تلاش ها جریان دارد تا سفارت هند فعالیت دیپلماتیکش را در کابل اثر گیرد. امارت اسلامی هم گفته که در پی روابط نیک با همه کشورهاست و از نهادهای دیپلماتیک و دیپلمات ها محافظت خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از جامعه جهانی و نهادهای مددرسان خواسته
تا برای رسیدگی با آسیب دیدگان سیلاب‌های پسین در کشور حکومت کنونی را کمک کنند. آقای مجاهد در یک نشست خبری میگوید در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت کشور در یک ماه پسین بیش از 400 تن کشته و زخمی شدند. از سوی هم سازمان ملل متحد از فرستادن کمک‌های بشردوستانه خود به خانواده‌های آسیب دیدگان سیلاب‌های پسین در افغانستان خبر می‌دهد. نوید صمدی گزارش می‌دهد. هشدارها از سیلاب‌های بیشتر در چند ولایت کشور تا روزهای آینده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید در یک ماه پسین از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت کشور دست کم 182 تن جان باخته و 250 تن دیگر زخمی شدند. آقای مجاهد در یک نشست خبری در کابل تأکید دارد که صدها جریب زمین زراعتی و 1000 رسم آواشی نیز تلف شدند. تلفات جانی سیلاب ها به 182 تن شهید می رسه که متنای ما اهم از جوان، پیر، خانم و اطفال زندگی خود را از دست دادن متاسفانه. 250 تن دیگر مجروح شدند که بعضی ها جراحت سنگین و بعضی ها جراحت سطحی. از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی میگوید اگر سرازیر شدن سیلاب ها در کشور بیشتر شود، حکومت کنونی در مدیریت آن عاجز خواهد ماند. او از کشورها و نهادهای جهانی خواستار ارائه کمک های فوری است. خدای نخواسته دامنه سیلاب ها و زیان ها کلانتر میشه. واقعا امارت اسلامی افغانستان قدر امکانات نداره که تمام را مهار بکنه. چندین مشکل در این سالهای قبل واقع شده یه که راه هایی که آب راو بودن، آب میریخته و وقت در اوجه آبادی صورت گرفته که هم خود آبادی را زیر خطر قرار داده و هم آب را به طرف دیگر سوق داده که دیگر هم تخریباتشان زیاد شد. از سوی سازمان ملل اعلام کرده که برای مقابله با پیامد سیلاب های پسین در افغانستان به آسیب دیدگان کمک های بشردوستانه میفرستند. سخنگوی سازمان ملل گفته که باران های شدید و سیلاب های مدهش در افغانستان چندین ولایت را زیر تأثیر قرار داده و به بیش از 8000 خانواده آسیب رسانده است. سازمان ملل و شریکان ما تیم‌های ارزیابی را برای شناسایی نیازها در مناطق آسیب دیده در افغانستان مستقر کردند تا موادهای ابتدایی را برای خانواده‌ها که در اثر سیلاب‌های پسین متضرر شده باشند شناسایی و کمک کند. بر اساس گزارش سازمان ملل در جریان سال جاری از جمله 256 تنی که از اثر سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان جان باختند 118 تن آنان پس از ماه آگوست بوده است. متاسفانه سیلاب‌های اخیر در کشور مردم عزیز ما را در ولایت‌های مختلف چی از لحاظ مالی و جانی آسیب‌های زیاد رسانده است که کمک‌های سازمان ملل می‌تواند در این مقطع زمانی مداوای به درد این آسیب دیدگان باشد. همزمان با این ترکیه نیز برای آسیب دیدگان سیلاب‌های پسین در کشور بسته‌های کمکی‌اش را به افغانستان فرستاده است. در شرایط کنونی کمک‌های بین‌المللی طبیعی است که یک امر ضروری است به مردم افغانستان. اگر این کمک ها به مستحقین توزیع شود یا به دسترس مستحقین قرار بگیرد بدون شک یک بخشی از مشکل مردم افغانستان حل خواهد شد. در کنار افغانستان پاکستان نیز از اثر سیلاب های پسین روزگار ناخوشایند دارد و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان هم 63 تن جان باخته و 115 تن زخمی شدند. قرار است به زودی کار استخراج معدن مس عینک کشور از سوی چین از سر گرفته شود. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم در دیدار با سفیر چین در کابل روی چگونگی آغاز کار مس عینک و راه حل برای چالش‌های پروژه آمودریا گفتگو کرده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیم در این دیدار خواستار آغاز کار عملی استخراج مس عینک لوگر از سوی چین شده است. همزمان با این، وزارت امور داخله در یک نشست مجازی با رئیس کمپانی پروژه تاپی درباره تامین امنیت این پروژه و طرح و پیشنهاد امنیتی مطابق با معیارهای جهانی اطمینان داده است. نوید صمدی گزارش می‌دهد. استخراج دومین معدن مس عینک جهان در افغانستان از سوی چین از سر گرفته می شود. سرپرست وزارت معدن پترولیم در دیدار با سفیر چین در کابل روی چگونگی آغاز پروژه مس عینک و چالش های موجود در پروژه آمودریا گفتگو کرده است. شهاب الدین دلاور در این دیدار گفته که آغاز پروژه مس عینک برای مردم افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردار است و خواهان آغاز کار استخراج این پروژه از سوی چین شده است.
سفیر چین هم از آمادگی های کشورش برای استخراج معدن مس عینک پس از انتقال برخی از اثرهای تاریخی و منطقه امن خبر داده است. قرارداد صورت گرفته یا شرایط فراهم است که کار آغاز شود. یک مشکل را شما آگاهی دارین که در اونجا به بار آمد، در خود امو جایی که کندنکاری صورت میگیره آثار قدیمی یا آثار باستانی ظاهر شد که او قدامت 22 هزار ساله داره. این قرارداد وقتی که حساب کردن به قرارداد کاسی های فراوان داره که قرارداد به نفع چینایی ها به ضرر ما از این لحاظ است. ما میگیم که عمدتا موقعی که کسی میه با اجسار میگذاری میکنه خیلی چیز واضح است که پشت مفاد خود میه، ولی این شده را میتونه که ما مفاد خود به خاطر بزرگان از دست بدیم. کار استخراج مس عینک در زمان حکومت حامد کرزی با یک شرکت چینی به امضا رسید، اما تا کنون به گونه رسمی از این معدن استخراج صورت نگرفته است. آل این قرارداد شروع شده، اما این قرارداد او قرارداد نیست. چینایا دوباره مذاکره کردن و این قرارداد بیشتر به نفع چینایا است تا به نفع افغانستان. متاسفانه منافع اقتصادی افغانستان طوری که لازم است تامین شده باشه و از قوانین تدارکاتی و قوانین استخراج به گونه لازم کاملا دفاع صورت گرفته باشه، مطمئنن حواید بدست آمده از این پروژه ها میتونه به حواید داخلی افغانستان بیفزایه. از سوی هم وزارت امور داخله در نشست مجازی با رئیس کمپانی پروژه تاپی در مورد تأمین امنیت این پروژه و طرح و پیشنهادات امنیتی مطابق معیارهای جهانی بحث و گفتگو کرده است. ما اطمینان میدهیم که مطابق به پلان امنیتی پروژه تاپی مسیر این پروژه را که بیشتر از 800 کیلومتر آن در خاک افغانستان واقع می باشد به گونه لازم و معیاری تامین امنیت نماییم. ممکن آغاز کار این پروژه تا زمان نامعین بنا بر ملحوظات امنیتی در حالت تعلیق خواهد ماند. باورها بر این است که استخراج و غنی‌سازی مس عینک از نظر اقتصادی و سیاسی پروژه بزرگ و راهبردی برای افغانستان می باشد که با عمل شدن آن چالش های بزرگ اقتصادی این کشور حل خواهد شد. کتابخانه جدید با بیش از 2000 جلد کتاب زیر عنوان کتابخانه زن با ابتکار شمار از فعالان زن در شهر کابل گشایش یافته است. هدف از ایجاد این کتابخانه احیای دوباره فرهنگ کتابخانی و مطالعه، افزایش فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و ارتقای ظرفیت زنان و دختران گفته شده است. گشایش این کتابخانه همچنان مورد استقبال شماری از بانوان و باشندگان شهر کابل نیز قرار گرفته است. بیش از 2000 جلد کتاب اهدا شده ای که انتظار خوانندگانش را می کشد. شماره از فعالان زن کتابخانه ای را به نام کتابخانه زن در شهر کابل ایجاد کردند. هدف از ایجاد این کتابخانه تقویت فرهنگ مطالعه، افزایش فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و ارتقای ظرفیت زنان و دخترانی که از آموزش و کار محروم شده گفته شده است. دخترایی که از مکتب ماندن خانه نشین هستند و همچنان خانمایی که از دفتر باز ماندن در خانه هستند و دخترایی که فعالیت‌های فرهنگیشان و اجتماعیشان کم شده، به این دلیل ما این کتابخانه را ساختیم که اونا در اینجا بیاین، برنامه‌های خود داشته باشند، دوری هم جمع شوند و همچنان از دوباره به اجتماع برگردند. مسئولان این کتابخانه میگویند برای ایجاد این کتابخانه کارزار جمع‌آوری کتاب را راه اندازی کرده که در نتیجه آن توانستند بیش از 2000 جلد کتاب گوناگون را جمع‌آوری کنند. تقریبا 1700 جلد یا 600 جلد تنها کتابایی است که بر ما اهدا شده از طرف مردم و تقریبا 600 جلد بر ما از بنیاد کریستال بیاد خریداری کرده. همزمان با این شماره از مراجعه کنندگان این کتابخانه، گشایش این کتابخانه را سودمند دانسته و برای ترویج فرهنگ کتابخانی مهم می‌خوانند. جوانان افغانستان در کنار مرد و زن، در کنار خانم‌ها ایستاد شوند و در کنار قشر باسواد جامعه، در کنار قشر جوان جامعه ایستاد شوند، بیاین مطالعه کنند و فرهنگ کتابخانی را بیشتر بسازند. در شرایطی هستیم که باید کتاب مطالعه بکنیم و انسانی که کتاب مطالعه نمیکنه طبیعتاً از بعضی موضوعات جامعه و همچنان از موضوعات مهم کشور دور میباشند. این در حالی است که در این اواخر تعداد زیادی از کتابخانه ها و نهادهای فرهنگی به دلیل کمبود امکانات مالی و کمرنگ شدن مراجع کنندگان از فعالیت باز ماندند.
امارات اسلامی یافته های تازه سازمان عفو بین الملل مبنی بر نقض حقوق بشر در یک سال پسین از سوی حکومت کنونی را رد کرده و آن را به اساس عنوان کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی تاکید کرده که در زمان حکومت کنونی در مقایسه با دو دهه پسین حقوق تمامی شهروندان به ویژه به عنوان به مراتب محفوظ تر است. سازمان عفو بین الملل در یافته هایش که به نشر رسانده امارات اسلامی را متهم به نقض حقوق بانوان کرده و همچنان بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن خبرنگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی را در یک سال پسین بی پیشینه خوانده است. واکنش امارت اسلامی بر یافته های سازمان عفو بین الملل. امارت اسلامی یافته های تازه سازمان عفو بین الملل مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و آن را بی بنیاد خوانده است. مسئولان امارت اسلامی همچنان گفته که در یک سال حکومت امارت اسلامی حقوق تمام شهروندان به ویژه بانوان نسبت به دو دهه پسین مراعات شده است. پروپاگاندی که از سوی سازمان جهانی به نام عفو بین الملل علیه امارت اسلامی نشر شده حقیقت ندارد. نسبت به دو دهه گذشته حقوق مردان و خانمها در افغانستان به مراتب بیشتر محفوظ است. بهتر می بود که این سازمان زمانی احساس مسئولیت را می کرد که از طرف اشغالگران روزانه ده ها افغان شهید و زخمی می شدند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین یافته هایش که به نشر رسانده امارت اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کرده است. این سازمان همچنان گفته که امارت اسلامی حقوق اساسی بانوان را نقض کرده و همچنان بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن خبرنگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی در یک سال پسین حکومت امارت اسلامی را بی پیشینه گفتند. په دې څلوېښت کالونو کې صرف و صرف افغان ملت پکې ځورېدلی دی او د حقوقو بشر نه چرته پاتې دی او حقوقو بشر په افغانستان کې نقض شوي دي. سازمان عفو بین الملل از امارت اسلامی خواسته تا به حقوق بشر به ویژه بانوان در افغانستان احترام بگذارند. وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی میگوید از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی تا کنون 97% از توزیع و فروش سیم کارت های غیر قانونی جلوگیری کرده است. مسئولان این وزارت با ارائه گزارش سالانه میگوید در یک سال پسین بیش از 23 میلیون سایت های غیر اخلاقی را نیز مسدود کرده است. به گفته آنان وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی نزدیک به 7 میلیارد افغانی در یک سال پسین عواید گردآوری کرده است. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. نزدیک به 7 میلیارد افغانی عواید یک سال وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی. مسئولان وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی اینجا در برنامه ارائه کارکردهای یک ساله این وزارت میگویند این وزارت در یک سال پسین 6.881 میلیارد افغانی عواید گردآوری کرده است. به گفته مسئولان این وزارت بیش از 5 میلیارد افغانی تنها از رهگذر 10% مالی کردت کارت ها جمع آوری شده است. 5.8 میلیارد افغانی دا عاید کرده. په داسې حال کې چې په تیر کال کې د جمهوریت په دور کې د پخوانۍ ادارې په دور کې 15.9 میلیارد دغه د عاید و. سرپرست وزارت مخابرات و فناوری میگوید تلاش دارد تا بهای هر دقیقه تماس را تا 1.85 افغانی و بهای هر جیبی اینترنت را تا 110 افغانی کاهش دهد که تا یک هفته دیگر از سوی شرکت های مخابراتی عملی خواهد شد. او می افزاید بر اساس تفاهم با شرکت های مخابراتی داخلی روند توزیع و فروش سیم کارت ها الی 97% قانونی شده و برای قانونی سازی درصدی باقی مانده تلاش ها به گونه جدی ادامه دارد. تقریبا 95% پورې دغه پوره عملی دی او په بازار کې د آزاد هغه څه پخوانی سیم کارتونه نشته. دې صحیح ده که یو دو پیدا کیږي، درې پیدا کیږي، دا یو عرب ملک پیدا کیدی شي. په دې بحث کې موږ دغه حد ته رسیدلي وو. سرپرست وزارت مخابرات همچنان میگوید که تا اکنون 23.4 میلیون سایت های غیر اخلاقی را در کشور مسدود کرده است. نو موږ تر اوسه پورې د شبکو په توسط باندې د درویش اشاریه څلور میلیونه سایډونه بند کړي دي. درویش اشاریه څلور چونکې دا تاجران دي او دوی وخت په وخت باندې خپله بڼه بدلوي. که ته یو سایډ بند کړي دوی په بله بڼه باندې راځي. دا تجارتي معامله ده،
من مجبور یو په دغه شکل د دې سره چلی کوم مخ روان. به گفته مسئولان وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی، این وزارت با فعال نگه داشتن حدود 7500 سایت مخابراتی در کشور، الی 90% شهروندان به خدمات مخابراتی و اینترنتی دسترسی پیدا کردند. حافظ نورالله انصار، رئیس عمومی رسیدگی به رویدادها و آتش نشانی وزارت داخلی کشور، با هیئت همراهش در هشتمین جشنواره بین المللی نظامی و آتش نشانی روسیه شرکت کرده است. نورالله انصار در این جشنواره که از تاریخ 15 الی 21 ماه جاری میلادی از مسکو برگزار شده از جامعه جهانی خواسته تا به اداره آتش نشانی کشور کمک کنند. این مقام کشور همچنان در جریان سفرش به روسیه با مسئولان اداره آتش نشانی روسیه دیدار و روی تقویت روابط دو جانبه میان دو اداره بحث و گفتگو کرده است. رویدادهای از جهان در این بسته تصویری. اوکراین میگوید در یک حمله موشکی روسیه به یک ایستگاه قطار در روز استقلال این کشور 22 تن جان باختند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خبر این حمله را وسط جلسه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است. این حمله در ششمین ماه یورش نظامی روسیه بر اوکراین و در روز استقلال اوکراین در شهر چاپلین این کشور صورت گرفته است. روسیه هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده، اما پیش از این هدف گرفتن ساختارهای غیر نظامی را رد کرده است. اوکراین روز چهارشنبه برنامه‌های به مناسبت روز استقلال داشت و آقای زلنسکی گفته بود که روسیه ممکن است برای ایجاد اخلال در این جشن‌ها دست به کار بی‌رحمانه بزند. دبیرکل سازمان ملل در همین نشست گفت که جنگ بی‌معنی علیه اوکراین میلیون‌ها تن را چه در اوکراین و چه ورای مرزهای آن به فقر شدید کشانده است. در این روز در گوشه و کنار جهان تجمع‌های در حمایت از اوکراین برگزار شد و رهبران جهان هم پشتیبانی خود را از این کشور جنگ زده اعلام کردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در سفر اعلام نشده به کییف رفت و در آنجا از یک کمک نظامی 54 میلیون پوندی به اوکراین خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که در پاسخ به حمله‌های راکتی به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه، مواضع مهاجمان را هدف قرار داده است. این دومین حمله نیروهای آمریکایی در 24 ساعت گذشته به مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران در سوریه است. سنتکام گفته که دست کم 3 تن از نظامیان آمریکایی در 2 حمله راکتی جداگانه به محل مستقر این نیروها در سوریه زخمی شدند که جراحات این نیروها سطحی است. آمریکا گفته که تأسیسات نیروهای این کشور در شمال شرق سوریه مورد حمله راکتی قرار گرفته است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید آمریکا به دنبال درگیری با ایران نیست، اما اقدامهای لازم برای حفاظت از نیروهای خود را انجام میدهد. معاون وزیر دفاع آمریکا در امور دفاعی گفته که آمریکا حمله های نیروهای تحت حمایت ایران به نیروهای خود را در هیچ کجای جهان و از جمله در سوریه تحمل نمی کند. سنتکام روز گذشته هم اعلام کرد که به دستور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تأسیسات شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در دیرازور در شرق سوریه هدف حمله های هوایی قرار دادند. در 8 جولای در شهر نارا و شکست در محافظت از جان او منتشر کرده است. و در دنیای ورزش، رقابت‌های گزینشی تیم ملی هندبال کشور با قهرمانی تیم هندبال کابل به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور 13 ولایت کمتر از یک هفته پیش در ورزشگاه 500 نفری تربیت بدنی و ورزش راه اندازی شده بود. هدف از راه اندازی این پیکارها شناسایی 18 چهره برتر برای تیم ملی کشور عنوان شده است. همچنان دور چهارم رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در ننگرهار با قهرمانی تیم فوتسال ننگرهار با پایان رسید. گزارش از میلاد نجیب. پایان رقابت‌های گزینشی تیم ملی هندبال کشور. رقابت‌های گزینشی تیم ملی هندبال با قهرمانی هندبالیستان کابل به فرجام رسید. این پیکارها با حضور 13 ولایت کمتر از یک هفته پیش در ورزشگاه 500 نفری تربیت بدنی و ورزش کشور را اندازی شده بود. در دیدار نهایی این رقابت‌ها، هندبالیستان هرات و کابل با هم به رقابت پرداختند که سرانجام تیم هندبال کابل توانست با نتیجه پرگل 24-7 تیم هندبال هرات را از پیش رو بردارد
و بر سکوه قهرمانی این رقابت ها تکیه زند. شش روزی که مسابقات دوام کرده بود ما توانستیم که بدهی سیزده تیم چهرهای بسیار خوب انتخاب کنیم برای دور مسابقاتی که تورنمنتی که در ایران داریم و ورزشکارهای بسیار قوی و سطح مسابقات ما سطح ورزشکارهای ما از سالهای بعدی که بسیار خوبتر بود. مسئولان برگزار کننده هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها را شناسایی 18 چهره برتر برای تیم ملی هندبال می‌گویند. 13 ولایت اشتراک کردم. ما به خاطر از اینکه بهترین چهره‌ها را از ولایت خود انتخاب کنیم به خاطر جذب تیم ملی مسابقات راه‌اندازی کردیم. از سوی هم بازیکنان رشته هندبال از آمادگی‌های خود برای رقابت‌های بیرون مرزی خبر می‌دهند. 5 روز تقریبا 7 بازی کردیم که در 7 بازی ماشاءالله کلش برنده شدیم، قسمی که دیدیم فاینال هم برنده شدیم و خیلی تجارب بالایی کسب کردیم. سفر ایران ان شاءالله که پیش رو داریم. به حمایت کو به حساب ورزش خیلی ضرورت داریم. ما از تربیت بدنی خواهش می‌کنیم که به سطح تمرینی ما رسیدگی زیاد بکنه. به این ترتیب هندبالیستان کابل در این رقابت‌ها مقام نخست، تیم هندبال هرات مقام دوم و هندبالیستان غور مقام سوم این پیکارها را به دست آورد. گفتنی است که ملی پوشان هندبال کشور تا یک ماه دیگر برای رقابت‌های آسیایی که به میزبانی ایران برگزار می‌شود، راهی این کشور شود. دور چهارم رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در ننگرهار با قهرمانی تیم فوتسال ننگرهار کلاب به پایان رسید. این رقابت ها با حضور 8 تیم از سراسر این ولایت برای یک روز در ورزشگاه تربیت بدنی و ورزش ننگرها راه اندازی شده بود. در دیدار نهایی این رقابت ها دو تیم فوتسال شهید عزت الله و ننگرهار کلاب به مسافه هم رفتند که سرانجام تیم فوتسال ننگرهار کلاب توانست با نتیجه 2-0 تیم فوتسال شهید عزت الله را شکست دهد و عنوان قهرمانی این رقابت ها را در دور چهارم این پیکارها کسب کند. دغه کومې سیالۍ چې د ځوانانو راډیو له خوا نه د ننګرهار ولایت کې د فوتسال سیالۍ برگزار شوې وې، واقعا ډېر دلچسپې، واقعا د فوټبال د رشد لپاره یو ډېره ښه زمینه مساعده شوه. مسئولان برگزار کننده هدف از راه اندازی این رقابت ها را رشد ورزش فوتسال و همچنان تشویق جوانان به ورزش عنوان می کنند. رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان با شرکت 8 تیم لیگ برتری امروز در ولایت ننگرهار برگزار شد. مسابقاتی که به هدف رشد و توسعه هرچه بیشتر فوتسال و ایجاد تفریح سالم برای نسل جوان افغانستان راه اندازی شده بود. در همین حال ورزشکاران رشته فوتسال برگزاری این رقابت ها را برای رشد فوتسال در این ولایت سودمند می دانند. خیلی چیزا داشت آموختیم، بسیار مفید بود با میرشت فوتبال و فوتسال جلال آباد. دا فوتسال لو به دزوانان د پارا دیر خلو بولی او خلاص تراولنی ورکه تیمونو وکړلې لکه خټی مون راغلی ول لو به وکړلې. قرار است 8 تیم قهرمان زونهای کشور در این رقابت ها جواز حضور در سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را کسب کند. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار. پایان خبرها، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.